رو دریافت کنم و این کار متغیر نیم رو مقداردهی می کنم به این صورت که پس از علامت مساوی مقداردهی ابتدا نام شی ادیت تکست رو می نویسم یعنی نیم ادیت تکست سپس علامت نقطه رو وارد می کنم و متد گت تکست که واسه دریافت کردن تکست به کار میره رو از لیست انتخاب می کنم تا فراخوانی بشه. در پایان هم پس از یک علامت نقطه متد تو استرینگ رو فراخوانی می کنم تا داده های کاربر رو به رشته تبدیل کنه و بشه اون رو درون متغیر نیم ذخیره کرد. در خط بعد هم نام کاربر رو با استفاده از توست نمایش میدم. حالا پروژه رو اجرا میکنم. در کد ادیت تکست کلمه نیم به عنوان هینت و توضیح وارد شده. روی اون کلیک میکنم. با این کار صفحه کلید دستگاه مجازی ظاهر میشه. شروع میکنم به تایپ کردن یک نام. وقتی اولین حرف نام رو وارد میکنم کلمه نیم یعنی توضیح ادیت تکست حذف میشه. پس از وارد کردن نام هم روی دکمه کلیک میکنم. با این کار نامی که وارد کردم در پایین لی‌آوت نمایش داده میشه. اگه نام وارد شده رو حذف کنم هم مجدداً کلمه ای که واسه هینت ادیت تکست تنظیم کردیم نمایش داده میشه. حالا میخوام با اضافه کردن یک تصویر به پروژه شما رو با نحوه نمایش دادن تصویر در اپلیکیشن آشنا کنم. و این منظور من از پوشه ویندوز و زیر پوشه های وب و والپیپر و فلاورز این تصویر رو در نظر گرفتم که به پروژه اضافه می کنم. و این کار راست کلیک می کنم روی فایل تصویر و گزینه کپی رو انتخاب می کنم. حالا در اندروید استودیو روی پوشه درابل راست کلیک می کنم و گزینه پیست رو انتخاب می کنم. در این کار روی دکمه اوکی کلیک می کنم. در اینجا هم روی دکمه اوکی کلیک می کنم. با این کار فایل تصویر به پروژه اضافه میشه و درون پوشه درابل قرار می گیره که در ادامه می تونیم اون رو نمایش بدیم. حالا قبل از اینکه ویجت ایمیج ویو که واسه نمایش تصویر به کار میده رو به لی‌آوت اضافه کنم میخوام این دکمه رو کمی به بالا منتقل کنم تا در زیر دکمه فضای بیشتری واسه نمایش تصویر به وجود بیاد. برای بالا بردن دکمه اون رو انتخاب میکنم. در پنل اتریبیوتس روی این نوار لغزنده کلیک میکنم و اون رو به بالا درگ میکنم. با این کار دکمه هم روی لی‌آوت جابجا میشه. حالا از پنل پلت و دسته‌بندی کامنت ویجت ایمیج ویو رو انتخاب می کنم و به روی لی‌آوت و زیر دکمه درک می کنم. وقتی دستم رو از روی دکمه موس بر می دارم کادر پیکر ریسورس ظاهر می شه. در اندروید استودیو تصاویر هم به عنوان منابع پروژه در نظر گرفته می شن و واسه هر تصویری که در پوشه درایبل قرار می دیم یک آیدی منبع تولید می شه. به این صورت که واسه آیدی منبع نام فایل تصویر رو بدون پسوندش در نظر میگیره. تصویری که به پوشه درایبل کپی کردم رو انتخاب میکنم و روی دکمه اوکی کلیک میکنم. واسه ایمیج ویو هم باید کانسترینت ها رو تنظیم کنم. گره بالای اون رو به گره پایین دکمه وصل میکنم. Hi.
کنم.